پدر سرباز مسلمان آمریکایی که در جنگ کشته شده، روز دوشنبه در ادامه جدال لفظی با دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا، به بخش فارسی صدای آمریکا گفت نظرهای دونالد ترامپ ارزشی ندارد. به دنبال سخنرانی هفته گذشته خضرخان در گردهمایی ملی حزب دموکرات در ارتباط با میهن پرستی مسلمانان آمریکا، دونالد ترامپ با حمله به وی گفته بود که آقای خان حق نداشت از او انتقاد کند. اول من عاشق زبان فارسی هستم و میتونم خوب حرف بزنم، پس در فارسی جواب میدم. از مهر دوستان اینقدر دلم مضبوط شد اصلا حرف ندارم که بیانش کنم. Therefore, Donald Trump's comments mean nothing. نظرهای دونالد ترامپ ارزشی ندارند. دیگر گفته های بعدی او بی اثر هستند. او سعی دارد بر اشتباهش سرپوش بگذارد، زیرا رهبری جمهوری خواهان تغییر کرده و آنها اصرار دارند که او رفتارش را تصحیح کند. این تأثیر است که ما خواهان آن بودیم. تأثیری نه تنها برای مسلمانان یا پاکستانی ها یا ایرانی های مسلمان یا ایرانی های آمریکایی. هدف این بود که بر موقعیت تمامی مهاجران تأثیر گذار باشد. مهاجرانی که با دست خالی می آیند و به کسب و کار می پردازند، خدمات می دهند. الحمدلله به نتیجه رسیدیم. فرزند خانواده خان، همایون خان، در سال 2004 در بغداد کشته شد. والدین او پنجشنبه گذشته در کنوانسیون ملی حزب دموکرات حاضر شدند و در سخنانی پیشنهاد ترامپ برای منع موقت ورود مسلمانان به ایالات متحده آمریکا را مورد انتقاد قرار دادند. خضر خان همچنین کاندیدای رسمی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را خطاب قرار داده و گفته آقای ترامپ باید بداند سربازانی که در آرامگاه‌ها خفته‌اند دین، باور، نژاد و قومیت‌های گوناگونی داشتند. آقای ترامپ نیز در دفاع از خود گفته میلیون‌ها دلار به سربازان از جنگ بازگشته کمک کرده و برایشان ده‌ها هزار شغل ایجاد کرده است.